آخرین جمعه ماه مبارک رمضان بر پایه آنچه دفتر آیت الله العظمی شیرازی اعلام نموده، روز جهانی یاری امامین عسکریین علیهم السلام نامگذاری شده است. بر همین اساس هر سال هزاران شیعه و عاشق اهل بیت عصمت و طهارت در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان راهی شهر مقدس سامرا می شوند تا این روز جهانی را گرامی دارند. گزارش همکارم در این باره را ببینیم. شیعیان و عشاق اهل بیت علیهم السلام همه ساله در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان برای یاری و زیارت امامین عسکریین علیهم السلام عازم سامرا می شوند. امسال نیز مردم شهر مقدس کربلا خود را به شهر مقدس سامرا رساندند تا روز جهانی یاری امامین عسکریین علیهم السلام را گرامی بدارند. مردم کربلا بیش از 60 سال است که در عمل به سفارش مرجع فقید مرحوم آیت الله العظمی سید محمد شیرازی قدس سره همه ساله در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان جهت زیارت امام هادی و امام حسن عسکری علیهم السلام راهی شهر مقدس سامرا می شوند. آنها از این فرصت برای ابراز ارادت به این دو امام همام و تجدید عهد با فرزند موعودشان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در سامرا استفاده می کنند. بر پایه این سنت حسنه شیعی و تأکیدات مرجع عالی قدر آیت الله العظمی سید صادق شیرازی اعزام کاروانهای زیارتی شیعیان به سامرا افزایش یافت و آخرین جمعه ماه مبارک رمضان تبدیل به موعودی برای میعاد عشاق اهل بیت علیهم السلام گردید. ناگفته نماند که این حضور پس از جنایت تروریستی سنی های تندرو در سال 2006 که منجر به تخریب گنبد و ضریح امام هادی و امام حسن عسکری علیهم السلام شد، قوت بیشتری گرفت. امسال نیز به همت دفتر روابط عمومی آیت الله العظمی شیرازی در شهر مقدس کربلا کاروان زیارتی الولا و الفدا و الفتح با بیش از 300 واحد اتوبوس بیش از 10,000 زائر را از شهر مقدس کربلا و سایر نقاط عراق به شهر مقدس سامرا منتقل کردند. لازم به ذکر است که شبکه های ششگانه مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام با قطع برنامه های عادی خود به انعکاس گسترده برنامه کاروان های زیارتی این روز پرداختند.